سلام و درود و تشکر از تمام هم‌میهنانم که برنامه ما رو دنبال میکنند و ما خوشحالیم و یکایک شماها از شماها تشکر میکنیم. ما هم زحمات خودمون رو میکشیم چه حال داشته باشیم چه حال نداشته باشیم، در هر صورت یه وظیفه است برای ملتم و ایرانم. آنچه در این برنامه خواهید دید: مثل کشتی زیر دریا. علی جوان مرد، خیانت های زیادی کردی، باور کن جلو دوربینیم. باید نهاد بسازیم، از آن نهادها حمایت مالی و سیاسی کنیم. گویندگان بزرگی داریم. دلار شده 65,000 تومان، اصلا گور پدر دلار، طلا هم نمیخریم. با آقای ظریف داره داد میزنه، من بابا مصدقیم، من گفتم من ذره بارم هم وطن. یه سری ها هم نشستن بعد از این صحبت های رضا شاه دوم، همه چه چپ چه راست چه اصلاح طلب چه سیاست های قلابی خودشون، همه بر علیه شاهزاده ما بلند شدن. چرا؟ چون شاهزاده ما یک نفره و با خانوادش جلو تمام این رقبای قلابی واسده و داره حرف خودشون میزنه. امروز اعلام کرده که نهادهای مختلف میخوام که سرمایه گذاری کنن برای نهادهای گروه های که در ایران انجام میشه، دستشون پر باشه که بتونن کارهایی که میخوام بکنیم انجام بشه. کاملا حرفش درست و با صداقته. نخست این که در این مسیر ما باید از خودگذشتگی داشته باشیم، سختی ها را به جان بخریم و فداکاری کنیم. البته که نوشتن و روشنگری کردن در شبکه‌های اجتماعی خوب است، به تظاهرات رفتن خوب است، اما باید از این کارها فراتر برویم. باید نهاد بسازیم، از آن نهادها حمایت مالی و سیاسی کنیم، آن نهادها را تقویت کنیم تا بتوانند به مردم ایران کمک کنند و بر سیاست‌های مرتبط با ایران و اینجاست که ملت که در امریکا هستن، من کاری به کشورهای دیگه ندارم، که کمپانی‌های بزرگی دارن و قادرن لحاظ نهاد دادن شاهزاده برای آزادی مملکتمون و آزادی ملتمون همکاری کنن. من یادم خسرو شکیب چنین پیشنهادی داد، ولی چون زود گفته شد و الان به موقعش رسیده. جالب اینجاست که باید هممون بدونیم هر جوری هست برای تشکیل دادن نهادهای مختلف واژه‌های مختلفی رو درست کرد. من که سهم خودم از ام جی گل از اول گفتم هستم تا شارگش، پشتبانش، شاهزاده و خانواده عزیزش هستم، چون من میدونم هیچ کس تو دنیا نداریم غیر از این که بتونه مملکت داری کنه. مملکت داری شوخی نیست. از همین آقای رئیسی یا خامنه‌ای سوال که تو خونه تو میتونی اداره کنی؟ نمیتونم والا. بعضی دور و برش ریختن، بکش بکش راه میندازن، بخور بخور راه میندازن. برای همین که خودشو نمیدونه، فقط از زبان دیگران صحبت میکنن. دلار 7 دلار کجا بوده؟ دلار 70,000 دلار، 70,000 تومان. اصلا شوخی نیست. این چه اقتصادیه؟ این چه ضعفیه که اینا دارن و نمیدونن؟ خب برای چی پولای ملت ما رو دادیم سوریه که کنار دریا بمونه و لبنان که کنار دریا اشغال کنن و فلسطین هم که داره هرچی خونه خرابشه میلیاردها دلار داریم میده که خونه ها ساخته شه، ملت ایران خونه زندگی نداره؟ اینا واقعا چه کلاهبرداری هستن و کجا آمدن؟ خودتون بهتر میدونه ملت. خیلی چیز هاست که گفته بشه همون گفته نشده. منتظریم که شاهزاده اعلام بکنن، بعد ماها پشتش بستیم. پولایی که فریز شده فقط از خانواده ظریف 2 میلیارد دلاره. با آقای ظریف داره داد میزنه، من بابا مصدقیم، من گفتم من ذره بارم هم وطن. واقعا کسافت ترین بشرا
در ایران دارن حکومت میکنن و حرف میزنن. قالیباف چندین بیلیارد پول بیرون داره. آقای شبخانی و فرزندانش که تمام بیزینس های نفت رو دارن همه رو تو کنترل دارن و تریلیون تریلیون دلار اینا در کشورهای دیگه پول ذخیره کردن. پولی مال ملت که گوشه خیابون خوابیده، پیر مردی که غذا نداره، آخر نمیدونم. و اون آدم ها که وام نیستن، از همه مهمتر بی‌غیرتی جامعه امروزه. فقط همین زنها هستن با تمام وجودشون واسدن و برای همین هم قیام ایران قیام زن زندگی آزادیه. دلار شده 65,000 تومان، اصلا گور پدر دلار، طلا هم نمیخریم. این بده که بلافاصله بعد از اینکه قیمت دلار میره بالا، قیمت مرغ، گوشت و هر چیزی که مردم برای استفاده روزمره و معیشتشون باید استفاده کنن چندین برابر میشه. گرونی باعث فقیر شدن جامعه میشه. گویندگان بزرگی داریم، مانند سالومه، مانند خانوم و و و واقعا دارن صحبت میکنن و حقیقت رو دارن میگن و ما مخلصانه در اختیارشونیم، صحبتاش رو سعی میکنیم به جهان برسونیم، ایرونی ها بفهمن. یه سری ها هم نشستن بعد از این صحبت های رضا شاه دوم، اصلا بحث زودرس راجع به اینکه قانون چه خواهد بود بی‌معناست، بلکه ما هنوز مکانیزم تصمیم‌گیریش رو نداریم که راجع به این مسائل فکر کنیم. اولویت واسه همه ما این باشه که چنین مجلسی رو داشته باشیم که در اونجا سر این مسائل بحث بشه. قضیه اولویت دادن و درشگر جلو اصل نبستنه. میگم پس طبق کدوم قانون شاهزاده ولیعهد ایرانه و میتونه شاه بشه؟ یه سوال دارم، طبق کدوم قانون سال 57 خمینی رهبرتون شد؟ اون وقت اومدید برای ما از یک قانونی واسه 100 سال پیش داری تعیین تکلیف میکنید که اگر نباشه رضا شاه دوم نمیتونن شاه باشن. اتفاقا رضا شاه دوم شاه قانونی ایران هستن. ما مردم چه داخل ایران چه خارج از ایران که پادشاهی خواه هستیم، رضا شاه دوم رو به عنوان شاهمون قبول کردیم. هنرمندانی سکوت کردن، هنرمندانی میدون خالی دیدن و منم میزنن، ولی این بهترین هدف اینه که نمیخوام اسم خواننده رو بیارم که اومدن ایران ایران کردن و الان رفتن فقط روی برنامه و کنسرت و دم تشکیلات. چرا سوکسشون بیشتر شد؟ ولی اسطوره‌های ما خوابیدن. چه زمانیش که این اسطوره‌ها که باید از قدرت شهرتشون استفاده کنن برای ایران به قدری رنجیده زندگی هستن که اصلا نمیدونن چه کار کنن. و این حزب توده لعنتی، من به همه تون دارم میگم، داره میاد دم خونه هاتون و از همه تون داره سوء استفاده میکنه. خیلی جالبه که این حزب توده چطور رخنه کرده تو هنر و چه سیاستی به خرج دادن و چطوری اسطوره ما را خانه نشین کردن. کاری نداریم. ولی آقای اعتمادی، آقای شهرام همایون، علی جوان مرد، خیانت های زیادی کردی، باور کن جلو دوربینیم، جلو ذره بین سعی کنین دست از این خیانت ها بردارین و گورتون رو گم کنین. ایران ما، ملت ما، چه از پیر زن گرفته، چه مرد پیر گرفته، چه سنین وسط، چه سنین دانشجو، همه خاندان پهلوی رو میخوان، صلح و صفا میخوان در مملکتشون. 45 سال اعدام، 45 سال رگبار تو خیابونا، 45 سال مردم آزار دادن، جوان ها رو تو جبه های مختلف کشورهای دیگه فرستادن، جوان جوان کشته شدن، مادرها همه داغدارن، پدرها همه داغدارن. تا کی بشینیم داغدار بشیم؟ تا کی میخوام گریه کنیم یاد فرزندانمون باشیم؟ و این یک نامردی به تمام معناست که اینا بلا به سر ما آوردن.
این تشخیص خود ملت که در استادیوم ها دارن داد میزنن رضا شاه شاهنشاه ما برگرد به ایران از همه چی مهمتره و میبخشید دهن همه این چپی ها و کمونیست ها و توده ها و کوفت و زرمارا کف کرده. من جیگلم با تمام وجودش با تمام قدرتش همه جوره پشتبان شاهزاده هاست و به خاطر نهادهاش و ایدهاش و نالجش و مملکت داری واسده. من میدونم ام جیگل چه کارهایی داره میکنه و چه کارهایی خواهد کرد برای ایرانش توسط شاهزاده. ایران احتیاج نداره دولتی پول بگیره، احتیاجی نداره، ولی خود ملت به قدری میتونه این کارا رو بکنه که حد نداره و پولهای مصادره شده جای دوری نخواهد رفت. حرفای خسرو شکیب واقعا بعضی وقتا به دل میشینه و نتیجهش به آدم انرژی میده. ما از راه دور با خسرو شکیب میتونیم بگیم بابا دمت گرم، انشالله که حالت خوب بشه، بتونیم برنامه های جدیدی بذاری و ما ازت استفاده کنیم. اینجاست خواننده هایی که الان در میان هستن و با ام جی گل در ارتباطن. دمش گرم هر کی مونده پایش دلش دمش گرم. آهای دختر دریا بازم صبح شده پیدا، باشو چشماتو واکن تو دریا رو نگاه کن، بذار بمشین خورشید توی مرمر دستت، صدف میریزه نم نم از اون چشمای مسته. اگه بیام و تو نباشی خود دلم تنگ میشه، اگه کسی جات ندونه همه جا جنگ میشه. لشکر غمم همه دنیا رو میگیره، جنگی که عشقی به جز ما توش نمیره، مثل کشتی زیر دریا نمیمونم نمیمیرم. تو چه جنگی داری با ما که تو شهر خوم اسیرم؟ اسم رسل خودتون رو بدین، مشخصاتون رو بدین که ام جی گل با تمام وجودش بیاد در خونه هاتون. ایگل پرنده ای پر از قدرت و پر از دید قشنگ، چه در زمین چه در آسمان. و ام جی گل ما با تمام قدرتش مانند ایگل ایستادگی کرده برای یه انقلاب کردن در دنیا به نام اولمپیک آف ده موزیک بتل آف ده آیدمز، که تمام خواننده ها، تمام دینا، تمام نسل ها، سفید پوست، سیاه پوست، چش تنگ، بالا تنگ، هر چی رو بگین با هم رقابت میکنن. اینه مهم که بچه این رقابت رو نشون داد در دنیا که ام جی گل عاشق سوله به نام Peace is the message music language. فراموش نکنین ام جی تی وی
به زودی رو خواهد اومد و یه با یکایک همه شما ها در ارتباط خواهیم شد. زنده باد شاهزاده پهلویمون و پرنسس یاسمینمون و پرنسس نورمون. جاوید باد زن زندگی آزادی.